با درود خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز مردم تیوی خوب این خوش این سلامت این چه خبر رو آقا ما اومدیم ولی بازم اصلا اومدم برای برنامه دیگه انقدر چیز خندهدار من تو این اینستاگرام و تو این اینترنت دیدم اصلا موضوع عوض شد گفتیم یه خور بیم بخندیم با هم دیگه بلش کن همش میریم تو سیاست و این این کارو کرد اون کارو کرد آخرم به ما چه یه عده دیگه میان حالشو میکنن یه عده دیگه هم فششو میدن یه عده این وسط پول گیرشون میاد تموم شد رفت حالا بریم اول شروع کنیم گفتیم نمیخوایم بریم سیاست ولی احمدی نجات مگه میذاره احمدی نجات نامادش کنم اینا هاش من صداشو قطع کردم به خاطر اینکه موزیک بیژن مرتضوی رو گذاشتن روش بعد کپی رایت داره دیگه بعدا مصیبت میشه احمدی نژاد از رئیسی که کشته شد دو روز بعدش نشون داد که مردم رفتن در خونش بعد دم خونش هم تنها کسیه تو این آخوندا که هیچ وقت محافظ نداره و همینجوری میشه من شنیدم واقعا میشه انگار میتونی بری زنگ خونش رو محافظ داره ولی اینجوری نیست بیان کتکت بزنن نرو نمیدونم از سر کوچه ببندن مثل مال خامنه ای و نمیدونن رئیس جمهور اینا نیست میتونی بری مثلا صداش کنی اینا اونجا ازش خواستن که آقا بیا تو ایران رو نجات بده هنوز اون دکل نفتی که دوره این گم شد دکل و طرف دوچرخه ندوزیده دکل دوزیده اون دکل رو پیدا نشده بیشترین فروش نفت تو تاریخ کشورمون از روزی که نفت کشف شد و این داستان ها مال دوره احمدی نژاد بود یعنی ثروتمندترین دولت از تاریخ ایران دولت احمدی نژاد بود ولی نه دکل پیدا شد نه با این پول به مردم رسیدگی شد فقط مسکن مهر رو ساختن اونم میگن طرف تو خونش میگوزه این یکی باید گوشاشو بگیره همش هم ساخته نشد چند تاشم. دوباره اومد نشون داد مردم ازم درخواست کردن و اینا سری قبلم این کارو کرد ولی رد صلاحیت شد میگن این سری رد صلاحیت نمیشه چون گفته دیگه من رو میکنم تنها کسی هم هست که کاریش ندارن هرچی میگه چون یه سری چیزا موقعی که شد سرپرست وزارت اطلاعات مثل اینکه یه سری پرونده از اونجا برداشت اون دو روزی که سرپرست بود آتو داره از خیلیاشون اینجا نشون داده قیافش هم عوض شده دیگه این شبیه میمون بود الان یه نمه داره میرسه به شبیه انسان پوستش کشیده آمپول زده لبارو رو اینجوری که از همه مهمتر چین پیشونیشو رو برداشت قیافش خیلی عوض شده یه دختر بی هجابم دنبالش میاد دوست نمیدونم دخترش عروسش کی دوست دختر نه دوست دخترش دنبالش داره میاد بگه یعنی من چقدر عوض شدم دقیقا هم بکنین تیپ های همشون عوض شده قالیبا فریشش رو زده لاریجانی یه دونه پیرن جینز پوشیده اصلا میخوان بگن ما عوض شدیم ولی همشون همونن شما نگاه کنین محمد شریعت مدارید امروز داشتم نگاه میکردم برای ریاست جمهوری چیز شده کاندید شده این بابا مهمترین وزارت کشور دستش بود وزیر کار بود بعد شد وزیر دو تا وزیر شد استیزاش کردن رفت شد و اون یکی وزیر وزیر صنایع معدن صنعت نمیم هم چیزایی بود یعنی از اینکه استیزاش کردن رفت بیرون رفت وزیر اون یکی شد دو تا وزارت مهم دستش بود هیچ غلطی نکرد خب هیچ غلطی نکرد ولی الان اومده کاندید شده میگه من میدونم اوضاع مملکت خرابه یکی باید بیاد نجات بده من برنامهم یه خب تو این همه سال وزیر بودی قبل اینم که با روحانی کار کنی تو دولت میرحسین بودی تو دولت رفسنجانی بودی تو دولت خاتمی بودی حالا وزیر همه جاش نبود ولی کار میکرد اون موقع هیچ غلطی نکردی الان میخوای کاری کنی هم هم تیپاشون عوض شده این حالا بابا با دختر اومده بریم ببینیم با میبینی؟ این دختره رو ما نفهمیدیم نگاه اینا ها میخواد بگه من عوض شدم اگه یادتون باشه اون موقع هم که رئیس جمهور شد قبل اینکه رئیس جمهور شه بهش در مورد هجاب گفتن چون یادتون باشه قدیما مثل الان نبود لباس ها و اینا ما جورت نداشیم آسین کوتا بپوشیم خود منو چقدر کتک زدن همین نیرو انتظامی وحشی بودن از تو مدرسه ما رو میزدن تا مدیر و معلم که هیچ می میومدیم بیرون پلیس و مولیس و همسا هر کی میرسید ما رو میزد. یعنی جدی دارم بهتون میگم اینو من ببندم ما نسل بدبختی بودیم جنگ و دیدیم انقلاب و دیدیم نه اون ور دیدیم نه این ور دیدیم بعدش هم آواره شدیم یه کشور دیگه هیچی ما از جوونی نفهمیدیم این زندگی ماست در هر صورت این بابا دوباره کاندید شده حالا امروز شروع کردن برای رد صلاحیت ها گفته گفته اگه مطمئن نشم که مطمئن بشم رد صلاحیت میشم نمیام موقعی میام که رد صلاحیت نشم حالا تو این اخبارای توی اینترنت دیدم نوشته که با خامنه ای صحبت کرده اونا بهش اطمینان دادن که رد صلاحیتت نمیکنم راست و دروغش رو نمیدونم اینجا نوشته حالا تا ببینیم چی میشه بریم خنده خندهدار براتون بذارم قرآن به روش آفریقایی یعنی مردم و خنده این آفریقایی ها هرس در میارن اینجا هم شما تو اتوبوس تو قطار تو جای شلوغ برین اعصابتون رو خورد میکنن آدم های فوق العاده بی چجوری بهتون بگم رعایت حال بقیه رو نمیکنن براشون هیچی مهم نیست یعنی داد میزنن بلند بلند حرف میزنن خیلی اذیت میکنن ناخواسته حالا نه بگه این بگه نجات پرسته نه ناخواسته خیلی اذیت میکنن حالا لیت خنده داره این قرآن گوش بدین الرحمن الرحیم مالکی مالکی یوم یا کن <applause> عبدو یا کن استعین و مستقیم

این مجریه بنده خدا یعنی وای وای اینا خیلی کارشون سخته شما حساب کن یک اسکل مسکولا بیاد بشینه پیش آدم این کارو بکنه شما نتونی بخندی بله داشتیم دیگه خلاصه میچرخیدیم تا رسیدیم به یه موضوع خیلی نمیدونم از اجازه داره... استوبشو بزنم ما ملت ایران یه ملتی هستیم که یا از این ور بوم میفتیم یا از اون ور بوم میفتیم یه دونه ویدیو دیگه هم هست تولد گرفتن ببخشید سوگواری گرفتن مراسم گرفتن برای سگشون یا همین این ویدیو اصلا مغزمون من نمیدونم ما چی تو کلمونه این طرف رو چه حسابی اومده آینه رو گذاشته جلو یعنی نمیدونم چی بگم والا نگاه کنیم دیگه بله چی تعویض روغنی یعنی میشینی که تو شاید با دیار با پیش کارتر رو که از ما روغن ریزی یا تو آینه گذاشته توی توالت که میشینی چی رو ببینی چی آخه اون چی دیدنی داره در صورت یه بابایی کانالش هم اسمش اه... کانال دوه اگه بدونین کانال شهرم همایون کانال یکه این بابا قبلا تو کانال همایون بود رضا زرابی الان آلمانه مثل این که کانال اینستاگرام و یوتیوب و این چیزا زده کانال دو اسمشو گذاشته تلویزیون جهانی کانال دو یه حزبی هم زده کلا هفت نفرن هر کدوم هم یه مسئولیت دارن هفت نفرشون هیچ هم اضافه نشده بهشون بعد این بابا خیلی راحت اولا با سلطنت طلبا بود خیلی دوست داره مقام داشته باشه تو مایه های شریعت مداری شریعت مداری من زیاد تو آلمان زیاد میبینمش یا آدم کل و کسیف شلوارش نصف بالا پش باز اصلا یه چیز عجیب غریبیه اینا بیشترشون هم پول دولت رو میگیرن یعنی کار نمیکنن پول دولت میگیرن کارشون هم بیان بشینن جلو تلویزیون و دو جلو دوربین و برنامه چیزی باشه بگن ما میخوایم ایران رو نجات بدیم ما میخوایم این کار رو کنیم 90 درصدشون بیکارن چه تو اروپا چه تو آمریکا حالا آمریکا پول بیکاری نمیده امثال مثل فخرآور و اینا گیر میدن به کانال یوتیوبشون از هر طریقی شده مای ما 300 400 دلار 1000 دلار 1200 دلار از این را پول در میارن صبح تا شبم تو خونن کاری نمیکنن که پول لازم باشن یعنی زنه کار میکنه هزار تا چیز شریعت مداری یا این زر را بیام هم همینه کار نمیکنن شما وقتی کار نکنی از دولت پول بگیری میزنی تو کار همین یوتیوبی چیزی این درآمد اینجوری تبلیغ بگیری از این چیزا در صورت این هر سری میاد شروع میکنه به یکی گیر دادن آبرو طرف رو طرفو میبره حالا مخصوص این ویدیو نمیگم و یه خانومیه که دختری بود که میرخصید تو برنامه های مختلف میرخصید نازنین همدانی الان انگلیس الان شده دیگه شاخ مجازی و سایت بندی داره با داداش پویان مختاری و از این چیزا این باباش اومده بود پیشش با داشه شروع کرد شروع کرد توضیح دادن آی معمور رژیم در حال رقصیدن با دختران در دوبه آقا ما ویدیو رو زدیم اینکه این که نازنین همدانی چرا دروغ میگه براش نمیشن بابا چرا با آبرو مردم باز اینا پدر و دخترن اینا اصلا کارشون ساختن این ویدیو اینجوری پول در بیارن نه تو معمور جمهوری اسلامی مرگ برنام چی چی یه چیز قاطیه چند روز این مال مهناز افشار رو گذاشته بود حالا نمیدونه چهار نفر مثل من بقیه مهمونا رو میشناسن ما دماغمون ببخشید برای آلرژی گرفته چهار نفر مثل من این مهمونا رو میشناسن درسته وقتی هم بشناسی خب معلوم میفهمی دروغ میگن آی مهناز افشار با خانواده سران رژیم در آلمان مهمانی گرفته قالیباف مهمانی بزرگی گرفته یا آهنگی هم هست اوف 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 اون هم گذاشته بود زیرش و مهمانی قالیباف اون مهمانی اصلا تو گرجستان بود این بابا هم که میگه معناز افشار باشون مهمونی گرفته اصلا این این معناز این ویدیوش صداشو قطع کردم کپی رایت داره این چجوری میشه میشد کنم زد معناز آها نگاه کن حالا که ویدیو گرفت این سیلوی مایس جدا شده زن فوتبالیست معروف هلند فندفارد بود و موقع سیلی سیلی بهش میگفتن جدا شد الان برای خودش یه اسم دیگه داره و سلبریتی و زندگی رو داره مهناز افشارم تو آلمان بیشتر بازیگرای معروف به خاطر اینکه بازیگر بوده میشناسنش زیادم تلویزیون اینجا نشونش میده مهمونی میگه من کاری به قبلش و شیر خشک و یاسین رامین و اینا ندارم و من در مورد این ویدیو میگم اومد گفت این ویدیو با سر خواهران و مادران سران رژیم یه نگاه نمیکنه هیچ کنه اینا اصلا ایرانی نیستن براش اینا همه جا پخش کرد چقدر براش نوشته بودن با ما اینا رو میشناسیم چرا دروغ میگی همه رو نوشته بود شما مامور جمهوری اسلامی هستیم اصلا ایرانی نیستن بله اینم از این ور بوم و اون بوم افتادن اونو دیگه طرف نمیدونه چی کار کنه میاد این ویدیو ها میذاره بریم با هم مراسم ختم هاپ خدا سگش فوت چود شده چه مراسم عزایی هم گرفته واسه سگه میگن دوست دخترشه چقدر هم ناراحت نمیدونه آدم چی بگه واقعا خانم برقی عزیزم من خیلی تسلیت میگم به غم آخرت باشه مرسی الا شما لطف دارید یه زحمت میکشی ماشین رو تو جا به جا کنی من بتونم ماشین رو ببرم بیرون راستشو بخواییم من اصلا سالش کاری ندارم خانم حسین اصلا نمیتونم دیگه پوش ماشینش بشینم بوی اونو میده ماشین دندیه بی ام بی داره بله اینم این بند خدا این ویدیو خیلی معروف شده اینجا هم تلویزیون آلمان نشون داد گفت تو ایران برای سگشون مراسم ختم گرفتن حالا اینجا نشون میده طرف ناراحت من چند وقت یکیم یکی هم مشتریامون یه پیرزنی همیشه با یه هاپوی میومد بعد یکی همکارام هم گفت راستی اگه اومد چیزی نگیا گفتم چرا گفت هاپوش دیشب مرد تام خیلی وقت مریض بود دو روز بعدم میبینیم مشه خود غمگین بود الان حالش خوبه تموم تموم دیگه این دیگه مسخره بازی ها چیه ختم و نبن. مثل مال ویدیوی خدا یکی بود سالومه ش فرح ملکه ایران زنگ زد به سالومه دلداریش داد که سگت مرده عیبی نداره بقای عمرت باشه و ما در اینجوری زن اونم گری حالا اونو میفهمیم گریه میکنه ولی بابا تو یه زمانی ملکه ایران بودی آخه اگه قراره قراره به یکی دلگرمی بدی برو به یکی زنگ بزن تو ایران الان که واتساپ هست مجانی میتونی زنگ بزنی زنگ بزن به یکی تو ایران باباش مرده بچهش مرده چه میدونم یکی که آخه تو سگ طرف مرده زنگ زدی بهش داری میگی بقای عمرت باشه و اونم بردش قبرستون خاکش که یه چیزایی من نمیفهمم حرفم بزنیم الان میگن پرچمت کو تو معمور جمهوری اسلامی هستی آخه اگه سلطنت طلب نباشی معمور جمهوری اسلامی هستی منم سلطنت طلب نیستم من میگم به ماهایی که خارج از کشوریم ربطی نداره تو ایران خودشون جوونا تصمیم میگیرن چی میخوان اگه بخوان همین جوری که تا الان روی این حکومت رو کم کردن منی که تو ایران بزرگ شدم میفهمم چیزی که ما تو ایران اون 20 سال پیش دیدیم الان ایران اینجوری نیست انقدر سر اون چیزی که میخواستن سفت وایسادن الان شل کردن اینا بعدم بچه ایران اصلا این وری ما ها رو قبول ندارن خودشون برای خودشون تصمیم میگیرن یارو مثلا یه عطاوکی نامی هست صبح تا شب پا وسط تریا که میاد جلو دوربین فوش میده امیر عباس فخراور اصلا قاطی داره شهرام همایون هرکی بهش بیشتر پول بده میاد از اون تعریف میکنه یه روز مجاهد میشه یه روز میگه رضا پهلوی دو تا تخم درست که به من نداد یه روز خود ایران میدونن چیکار کنن اونا کشته میدن اونا زندانی میدن میدن به من و شما هم ربطی نداره حالا میخواین فوش بدین میخواین ندین در صورت اگه فوش نمیدین اگه ناراحت نمیشین من کارم تنزه بیشتر برنامه هم تنزه وسطش هم چیزای سیاسی اگه بود میذارم الان به خاطر یه خور مشغل کاری و یه سری کارهای کامپیوتری وقت نمی کنم حقیقتا بعدم نه کمک ما بهتون میگیم لایک کنین لایک هم نمی کنین فقط یه می نگاه میکنین میرین 5000 تا 6000 تا ویدیو دیده شده مثلا زده سی تا لایک لایک کنین کامنت بذارین کمک مالی کنین ما هم سعی میکنیم براتون برنامه خوبی درست کنیم دیگه تا دیدار دیگه بدرود